برنامه خالق یکتا و مهربان بنده ارجمند و گرامی تلویزیون جهانی امید 24 سلام های گرم و پر از مهر و محبت ما نثار یک و یک شما عزیزان بیننده باد. بر هر کدام شما از دربار خدای یگانه و مهربان آرزوی صحت و سلامتی و تندرستی و موفقیت در زندگی میکنیم. امیدوارستیم دور از تمام امراض و مصیبت ها و جنجال ها باشین، بخصوص ویروس کرونا. چون آرزوی رو برای وطنداران دردمند خود در داخل کشور میکنیم که جور باشند و صحتمند، از گزند روزگار و از گزند توریستا و از گزند وابسته ها و اجیرا و میکروب هایی که در 42 سال رسین از مردم انتقام گرفتن، قربانی گرفتن، در امان خالق یکتا باشند. ممین آرزومندی بینده گرامی برنامه امروز امشب یا نیمه روز در هر کجایی که هست خدمت شما تقدیم میشه و خوشحال هستیم که بار دیگه با تقدیم برنامه سخن روز مهمان خانه های شما عزیزان بیننده هستیم. امروز چهارشنبه است و ساعت 32 بعد از ظهر است و چهارم ماه آگوست 2021 است. در برنامه امروز سخن روز مطالب جالب و متنوعی را از گوشه و کنار برای شما جمع‌آوری کردیم که امیدوار است مورد پسند شما قرار بگیره. خبرهایی داریم از گوشه و کنار دا و گزارشاتی را هم داریم که امیدوار است مورد توجه شما عزیزان بیننده قرار بگیره. خب در برنامه امروز بینده گرامی از الله اکبر شروع میکنیم که چگونه سر تا سر کشور ما رو بار دیگه بلرزه در آورد. گزارشات دیگه هم داریم که چرا حمله بالای خانه بسم الله خان محمدی صورت گرفت. از هرات هم گزارش داریم که جنگجویان خارجی در بین صفوف توریستای طالب هست. برحال گزارشات یکی پشت دیگه خدمت شما تقدیم میکنیم. فقط در آغاز میخواییم یادآور شیم که قسم کمی لازم من سایت ها رو میبینم، مثلا در سایت سی بی سی کانادا و یک سایت دیگه، یک تعداد جوانان ناظرین ما تلاش کردند که مظاهری مردمی که به ابتکار محصلین تورنتو که در رأس از او میهن جان سروری بود، یسنا جان بود و امید جان سروری بود، ولی جان شعبی و اینا بودن، اونا رو اینا به نام خود معرفی کردن که این ما ای کار کردیم، کار اشتباس و این جوان ها جوان های تحصیل کرده هم هستن. و فکر میکنم یکی از اینا از جمله مترجمین بوده که به حساب مترجم بعد به چی آمدن، به کانادا آمدن. و یک تعداد دیگه هم یک سایت دیگه نشته کرده که مظاهره پشتون ها. من نمیدونم چرا یک تعداد مریض هستن، بیمار هستن، کار خودشان انجام داده نمیتونن، کار دیگران رو به نام خود میکنن و این کار درست نیست. این مثلا است که امروز جوان های ما کاری که میکنن بهتر از کار از اونا قدر شود. و اگر شما توانمندی دارین، توانمندی کار دارین، یا لبس بفرمایید پیش شوین، ما هم حمایتتان میکنیم. اما این جوان ها امروز بسیار سخت ناراحت بودن که چرا یک تعداد میگیرن که کار ما رو به نام خود میگیرن و در مطبوعات کانادا به نام خود نشر میکنن تا اینا فای به صلاح. خب هدف بسیاری از کسا فقط جواری پول است بینده گرامی و یا جلب توجه کانادا به خود از اینا تا مرام خود به دست بیارن. و ولی هدف تیم میهنشان امو رفع مسئولیت در برابر امو رسالت که دارن اینا در برابر وطن و مردم خود است. این فرق میکنه، چون به قارنشان کسایی که در دولت افغانستان کار کردن اینجا آمدن، یکی از اینا انگیزه ای نیست. تمام از اینا کارهایشان پروژه‌ای بوده، در پروژه بزرگ شدن، وقت پروژه ها قطع شد، اینا مجبور شدن ترک وطن کنن و اساس بعضی روابط اینا آمدن. و اینو من به چسارت اعلان میکنم، چون من با اکثریت اینا صحبت میکنم، هر کدوم میزنه فقط حرف از پروژه میزنه. پس این پروژه یا با انگیزه یا زمین و آسمان فرق داره. در وطنان ما که تازه آمدن در چند سال اخیر رفت، 6-7 سال اخیر، هر کدام از اینا غیر ثابت ساختن که اینا کار انگیزه ای کردن، من حرف خود پس میگیرم. اما هر کدام از اینا فقط پول پروژه در کجا باید چگونه بتانن که یک پول رو به دست بیارن و همون کارهای پروژهی که وطن تباش ساختن و وطن برباد ساختن دادن در بیرون هم ادامه بتن.
که مردم چی میشه و در اینجا مردم چی میکنه، در کشور ما چی میشه، اتفاق بر از اینا مهم نیست. ما امیدوارستم این پروژه ها را در هر کجای که هست بین دایگرامی شناسایی کنین. اینا هیچ وقت کسی که در اینجو کار کرده، کسی که پروژه‌ای کار کرده، شما یادتان باشه که اینا دستای کلشان به فساد آغشته هست و هیچ وقت هم کار موثر از اینا سر نمیزنه. و در هر کجایی که میبینید کوشش کنید که اینا را از جامعه دور بسازید. اجازه ندین که از نام و آدرس شما اینا استفاده کنن و باز هم امو باز کالاهای چی خود دروغی خود اینا در بازار بیارن و به فروش برسن از نام و آدرس شما. پروژه ها جایشان در بین ما نیست، نه در افغانستان است. منطق که ما تروریست بد میگیم، منطق که ما خائنین بد میگیم، برای ما فساد پیش ها کمتر از تروریست نیست. چون تروریست میکشه جا به جا، اما کسایی که پروژه ای هستن پول ملت دوزی کردن، اینا قطره قطره خون ملت میخورن، پس تفاوت نیست. او خون میریزه، این خون میخوره. ما میدارستم وقتی که کسایی کار میکنن، کار انجام میدن، کار از اونا رو بنام خود نگیرن. روز شاید میهنجانشان به سی بی سی مراجعه کنن و بگن که آقا که عکس شاب چاب شده و چی شده عرفای زده دروغ گفته، یک دروغ گست و ایچ در مظاهره نقش هم نداشته، سم هم نداشته و خوب است که کار انجام بدن تا همین منابع کانادایی بازده متوجه شد که با هر کس و ناخصی که در بخیزه بگه که من به نمایندگی از افغان ها صحبت میکنم و به نمایندگی از کمیونیتی صحبت میکنم، اینا با هر کس چی نداشته باشن، گفتگو نداشته باشن. به هر حال یادآوری است بین دایگرامی که در هر کجایی که هستین سعی کنین اگر کاری را خودتان انجام داده میتونین انجام بدین، اگر انجام داده نمیتونین کار دیگران را به نام خود انجام ندین. ما مثلا همین کاری که میهنجانشان انجام دادن کار یک روزه نبود، اینا تقریبا یک ماه مسئولین وقت گذاشتن، زحمت کشیدن، شبانه روزی با بسیار جنجال ها مقابله کردن، با بسیار کشمکش های جامعه اینا مبارزه کردن تا تانستن یک مظاهره با شکوه اینا برگزار کنن. حالا شرم نیست برای کسایی که او هم برن در منابع کانادایی بگن که مظاهره رو ما برگزار کردیم و مسئولین ما بودیم و اینی توقع داریم، اینی خواست داریم و در پایان هم خواستشان که بینید که ما چگونه پول جمع کده میتونیم تا چی کنیم. خب به وطن میریم. در عین زمان بیندگرامی یادواشتیم که دیروز تورنمنت بسیار جالبه بود، بروز سه شنبه دیروز بود، بله دوشنبه بود با عرض معذرت، و تورنمنت بسیار جالبه بود. تیم کابرا حوض شد و ما گزارش زیر بخش از گزارش بروز جمعه برای شما در تلویزیون نشر میکنیم. در وطن یاد ما میایم وقتی که ما تازه جوان بودیم، البته مکتب تمام کرده بودیم که کودتای شوم افت سعود صورت گرفت، تعداد رفتن به حزب منفور و کسانی هم بی تفاوت ماندن، ولی یک تعداد اکثریت مردم ما وقت ظلم و جنایت و قصاوت و همه اینا را دیدن، بر علیه از اینا دست به کار شدن و یک کسان سلاح گرفتن، کسان در میدان مبارزه فرهنگی کردن. به هر حال هر کس هم واجبی خود این خود و یعنی خود انجام دادن، ولی اولین سلاح، اولین اصلیه که هموطنان ما بر علیه دست نشانده روس بعد از 1355 انجام دادن یک قلم بود و دومش الله اکبر بود. اینی برای دو سال تقریبا یک سال یک سال اول تمام حرکت ها خود جوش بود، از بین مردم بلند شد. این که بعدا ایران دفاتر باز کرد و پاکستان باز کرد و هموطنان ما را جدا و پارچه کردن مسئله جداست، اما هر کی که ادعا میکنه که از اول این حرکت ها تحت نظر تنظیم بود یک دروغ است، یک جفاس و یک خیانت است. و از اون تاریخ مردم ما با سلاح اصلی، سلاح ایمان داخل شدن و الله اکبر گفتن. سیهوت شما یاد دارین؟ سیهوت کابله، کابل می لرزید، چنان الله اکبر مردم می گفتن که کابل لرزه گرفته بود، پشت دشمن ها و پشت کمونست ها و پشت آمیانشان می لرزید که مبادا امشب کاخ های استبداد از اینا فرو بریزه و اینا نیست و نابود شوند. و دیشب و پریشب در هرات، دیشب در کابل، بار دیگه چونین صدای در کشور ما بلند شد، الله اکبر الله اکبر.
با وجودی که در کابل توریستات تلاش کردن با حمله به خانه یا معمارخانه، معلوم نیست که خانه بسم الله محمدی وزیر دفاع بوده یا معمارخانه، ولی به هر حال با این حمله اینا میخواستن که مردم کابل بر روی سرک ها نیاین بیرون، پشت بام های خود بلند نشن و نعره تکبیر بلند نکنن. اما در حالی که جنگ جریان داشت برای چندین ساعت و کشت و کشتار تروریست ها ادامه داشت، اما مردم کابل بی توجه به این قساوت و به این جنایت برآمدن به پشت بام ها، برآمدن بر روی سرک ها، فریاد الله اکبر بلند کردن و برای دشمن ها گفتن که ما کسایی هستیم که دیگه قبولتان نداریم. گرچه که طالب اعلان کرد که این الله اکبر مربوط ماست. حالا ببینید که اسلامیت هم آیست آیست طالب شاید جمع کنه همی کمونستای بقای خاد و بقای تنه که در قالب در لباس دین تن کردن، اینا آیست آیست شاید بگوین که دین آمد ماست، قرآن آمد ماست، خدا آمد ماست، دیگه ایش کس حق نداره مگر طالب. تا به این اساس اینا تمام اونم شکست های ننگین که داشتن در دوران حکومت 14 سالی خود این از مردم ما با گرفتن قربانی جبران کنن. اما مردم ما، مردم مؤمن، مردم مسلمان، مردم هستن که به الله پاک اینا ایمان کامل دارن و به پیروزی نصر من الله فتح القریب که به یادتان باشه که بالاخره فتح نزدیک است و روی ترستان و آمیان منطقوی و بین المللی چند در کشور ما بار دیگه سیاه خود شد و پوز آنها به زمین مالیده خود شد. خب ما گزارش از سیدی 24 بر در قسمت گزارش بر شما تهیه کردیم که گذاشت جالب است و بعد از دوباره برمیگردیم به ادامه برنامه با موشه. همزمان با تشدید جنگ و پیشروی طالبان در شماری از ولایت های کشور، مردم با سر دادن فریادهای تکبیر نفرت و انزجارشان را از این گروه به نمایش گذاشتند. برای نخستین بار دوشب پیش هراتی ها با سر دادن فریادهای تکبیر و شعارهای ضد طالبانی این حرکت را آغاز کردند. همزمان با این شعارها نیروهای امنیتی در هرات پیشروی های چشمگیر داشتند. دیشب اما کابلیان با هراتی ها همصدا شده و الله اکبر گویان به قیام هرات جان تازهی بخشیدند. ساعت 9 شب گذشته باشندگان کابل با فریادهای تکبیر یک بار دیگر به طالبان نشان دادن که شهروندان همیشه در کنار نیروهای امنیتی کشور بودن و از آنان حمایت میکنن. امرالله صالح معاون اول ریاست جمهوری نیز از خانه خود خارج شده و در سرکای شهر کابل به مردم پیوست آمد. در ویدیویی که در شبکه های اجتماعی از صالح نشر شد، شماره از شهروندان بازو به بازوی صالح در حرکت بودند و با فریادهای تکبیر شعارهای مرگ بر طالبان مزدور و زنده باد نیروهای امنیتی را سر می دادند. کودکان نیز شب گذشته در کنار جوانان و بزرگسالان به خیابانها آمده و فریادهای تکبیر سر دادند. همیرا قادری استاد دانشگاه و فعال مدنی نیز ویدیویی را در صفحه‌اش نشر کرد که با پسرش در حال الله اکبر گفتن هستند. مردم نه تنها در کابل بلکه در شماری از ولایت های دیگر نیز شب گذشته به جاده ها ریختند و در حمایت از نیروهای امنیتی شعار دادند. ویدیوهای منتشر شده از ننگرهار و خوست نشان می دهد که شماری از جوانان با در دست گرفتن پرچم کشور در جاده ها آمده و تکبیر گویان شعار مرگ بر دشمنان افغانستان را سر دادند. خبرنگار سلام وطندار در تخار میگوید که شب گذشته باشندگان شهر طالقان نیز در حمایت از قیام مردم هرات بر بامهای خانهایشان رفتند و شمار نیز به خیابانها ریختند و شعارهای مرگ بر طالبان، مرگ بر داعش، زنده باد نیروهای امنیتی و ما صلح میخواهیم را سر دادند. اما زبیلای مجاهد از سخنگویان طالبان در صفحه تویترش نوشته است که مجاهدین امارت اسلامی در 20 سال گذشته تحت شعار الله اکبر با امریکایی ها جنگیدند و الله اکبر شعار غلامان امریکایی و سکولارها نیست و هشدار داده است که آنان از شعارهای کاذب حراسی ندارند و با غلامان حساب و کتاب خواهند کرد. امرالله صالح معاون اول ریاست جمهوری نیز در صفحه فیسبوکش نوشته است که طالبان بعضی آنها به خاطر فریادهای تکبیر و گفتن الله اکبر تیرباران خواهند کرد، زیرا آنان برای همین کار ساخته شدند. رامین مظهر
فعال فرهنگی در واکنش به این اعلامیه طالبان گفته است که شما مکتب بروید، طالبان همراهتان حساب و کتاب میکنند. دانشگاه بروید، طالبان حساب و کتاب میکنند. خبرنگار شوید، طالبان حساب و کتاب میکنند. کمدین شوید، طالبان حساب و کتاب میکنند. الله اکبر بگویید، باز هم طالبان حساب و کتاب میکنند. و بخش های از تکبیرگویان دیشب در کابل و تخار توجه شما را جلب میکنم. صدا تا ای کلمه مقدس در سرزمین ما جاری باشه، من یقین دارم که هیچ ابر قدرت، هیچ متجاوز نمیتونه در این سرزمین به اصطلاح به ظلم و جنایت ادامه بده. اما دیشب در حمله بر خانه سرپرست وزارت دفاع 8 تن کشته و 20 تن دیگر زخمی شدند. مسئولان وزارت داخله گفتند که حمله گروهی مهاجمان مسلح بر خانه جنرال بسم الله محمدی سرپرست وزارت دفاع در شهر کابل پس از 5 ساعت درگیری پایان یافته است. میرویس استانیزای سخنگوی وزارت داخله گفته است که در جریان درگیری در این حمله دست کم 8 تن به شمول یک زن کشته و 20 تن دیگر زخم برداشتند. بیشتر کشته شدگان و زخمیان غیر نظامیان بود.
بسم الله محمدی سرپرست وزارت دفاع نیز در یک نوار تصویری گفته که به وو و اعضای خانوادهش در این حمله آسیبی نرسیده است. محمدی اما افزوده است که شماری از نگهبانان او در این حمله زخمی شدند. سخنگوی وزارت داخله نیز میگوید که بیش از 80 تن که در این حمله توسط مهاجمان به گروگان گرفته شده بودند یا هم در خانه های اطراف خانه آقای محمدی گیر مانده بودند توسط نیروهای ویژه پلیس نجات داده شدند. میلیوس استانگزی افزوده است که این آمار نهایی نیست و ممکن است شمار قربانیان این حمله تغییر کند. از سوی هم او میگوید که به اساس آمارهای نخستین شمار مهاجمان 5 تن بودند که 2 تن آنها در هنگام انفجار موتور بم کشته شدند و 3 نفر دیگر هم در خانه داخل خانه ها که جابجا شده بودند در درگیری با نیروهای پلیس کشته شدند. حمله گروه مهاجرین مسلح بر خانه بسم الله محمدی در سایه شیرپور از مربوطات حوزه دهم امنیتی شهر کابل شام گذشته آغاز شده بود. ساعت پس از وقوع این حمله وزارت داخله اعلام کرد که عبدالستار مرزکوال سرپرست این وزارت به سایه حضور یافته و عملیات در منطقه را رهبری میکرد. اما آنچه که بینندگانی برای ما شاهدان عینی از کابل گزارش دادن، پیش از این حمله صورت بگیره ملاقات در همین خانه صورت گرفته که بسم الله محمدی هم بزرگ داشته، احمد مسعود هم بزرگ داشته و چند بیگانی به اصطلاح موزرد چشمابی هم بزرگ داشته و تقریبا شباهت داشته به قضیه شهادت جنرال رازق. این که چقدر واقعیت داره نداره من نمیفهم، تایید منابع معتبر خبر نشده، ولی کسانی که در صحه بودن اونا گفتن که امچی یک ملاقات در اینجا صورت گرفته. اما در هرات گفته میشه که در کنار طالب ها بیگانه ها هم حضور دارن. گزارش از تلویزیون عصر با هم میبینیم، دوباره برمیگردیم. از چهارشنبه شب به این سو جنگ میان نیروهای دولتی، مقاومت مردمی با طالبان در کمربندهای امنیتی شهر هرات جریان دارد. اما والی هرات میگوید جنگجویان پاکستانی در صفوف طالبان در جنگ هرات حضور دارند. از هرات هم است، از فرام است، از بودغیس هم است، جنگجویان خارجی پاکستانی هم است. اینا یک جای یک برنامه درست کردن، ولی خوشبختی است که در شهر، در کمربندهای شهر با مقاومت شدید مواجه شدند و به شکست مواجه شدند. محمد اسماعیل خان فرمانده نیروهای مقاومت مردمی علیه طالبان جنگ کنونی را جنگ پاکستان در افغانستان می داند. او تاکید دارد که جنگجویان طالبان ابزار نیابتی پاکستان مبنی بر پیروزی در افغانستان هستند، اما طالبان و حامیانشان شکست می خورند. با صراحت به مردم افغانستان میگیم که این جنگ جنگ طالب و جنگ حکومت افغانستان نیست. جنگ پاکستان بر علیه ملت افغانستان و ابزار جه طالب است که به شکل مزدور کار میکنه. ما امیدواریم که این ابزار مردم با دنیای همت بلند و با قیامه های عمومی طولی سرکوب کنند که هم به کسای کنار ایزام میکنه، هم به خود از ناکی این مزدوری قبول میکنند. دیگه کسی دیگه امید یا دیگه به فکر گرفتن یا پایمال کردن ابرو و عزت مردم ما نباشند. برخی از نیروهای مقاومت مردمی میگویند که در صفوف طالبان جنگجویان پاکستانی حضور دارند و این نیروها رهبری جنگ را بر دوش دارند. این نیروها مدعی‌اند که جنگجویان گروه طالبان بیشتر از هر زمانی به تجهیزات پیشرفته دسترسی دارند و آموزش‌های نظامی دیدند. ما نمیزغاری که بدن ما را نابودتا بگیره. اینا ایراتی نیست، فرعی نیست، کابلی نیست. اینا هم پاکستانیه. اینا به خاطر بند سلمه جنگ میکنن، مسلمان ها ما میکشن. پای قطره خون داشته باشیم ایرات به پاکستانی ها و ایرانی ها نمیفروشیم. اینا نوکرای پاکستان و ایران ها. برخی از باشندگان هرات نیز مدعی‌اند که جنگجویان پاکستانی را در جنگ در حومه های شهر هرات دیدند. این باشندگان از حکومت میخواهند که در راستای تامین امنیت هرات اقدام کند. این جنگ جنگ سعودی نیه، بین افغان ها نیه، بین تمام دواله که اینجا دست داره، اینجا منافع از او بخطره، از اینجا دست داره اون نفر داره. اینا تبای پاکستان بیامده و افغانستان جنگ میکنه، ما به اینا رای نداریم، چون ما از دولت خود خواهی ماید میکنیم، چون تبای پاکستانه، تبای افغانستان نیه. ذبیح الله مجاهد سخنگوی گروه طالبان در صحبت با تلویزیون عصر حضور جنگجویان پاکستانی را در صفوف طالبان رد میکند. اما بارها گزارش های مبنی بر حضور جنگجویان خارجی در جنگ های افغانستان به شمول هرات به نشر رسیده است.
برنامه سخن روز در تلویزیون جهانی امید 24 تماشا میکنین. ساعت 32:24 دقیقه چهارشنبه است وقت تورنتو. البته در پهلوی جنگ جویان طالبی گزارشات موثقی که ما هم به دست داریم هست که نیروهای سپاه پاسداران ایران هم در داخل افغانستان فعال هستند و بر حاله مردم ما می جنگند. اما انکشت ها فعلا به طرف پاکستان است و کسایی که به اصطلاح درک میکنند که ایرانی ها هم هست اونا هم از موقع استفاده کرد فقط میان پاکستان. امروز همونطور که هموطنان ما داخل میان یک تجاوز آشکار است، اما نه از یک کشور، از تمام اینمی کسایی که در کشور ما حضور داشتن در این چه سال اگر سهم دارن یا ندارن برای ما مهم نیست، برای از اینکه امروز نظارگر بدبختی های مردم ما شدن. پس چرا رفتن در سرزمین ما؟ چی میخواستن؟ برای عظمت روز رفتن که روز آل مردم ما را سیاه‌تر از پیش از 2001 بسازن؟ پس هر فرد وطن ما کشته میشه، هر قطره خونی که در کشور ما ریخته میشه، تمام اینمی کشورهایی که به نام مبارزه با تروریسم، به نام مبارزه با القاعده به کشور ما رفتن، بیش مردم افغانستان اینا مجرم هستن و قابل بخشش نیستن. اینا در برابر مردم افغانستان شرمسار هستن، خجالت زده هستن که این مردم دردمند ما را در چنین حالت رساندن. خب درست از یک بخش قضیه یک خائن به نام خلیزاد است که پدرزادشم چند روز دیروز و پریروز مردم اخطار داد که اگه ما در مظاهره می بودم مکس مومو می بودم شما را سین تاور کشال می کردم، ولی خب گم شد. ولی یا عوام قفر یا به خاطر نداره که امی کاکای سیاه روی ازی، امی کاکای خائن ازی، امی کاکای جلاد ازی و روزانه به صدها هموطن ما را به علاقت میرسانه با طرحهای خائنانه و شیطانی خود. این ننگ خلیزاد نیست، ننگ خانوادی شماست که تو آمدی از بالای مردم تاختی و مردم توهین کردی. شما یک خانوادی ننگین هستین، یک لکه ننگ هستین در جامعه در کشور ما. لا نفرین بر شما که چون اعضای بسیار مردم که اعضایی که واقعا ناسالی هستن در وجود داره در بین خانواده های شما. در چند روز اخیر با راه اندازی حملات هوایی تروریستا تارمار شدن و تا جایی که اطلاعات میرسانه شما در چند روز آینده شاید باشین، شاید فردا، شاید پس فردا، شاید تا روز شنبه شنبه و به هر حال یکی از این روزا که سازمان صلیب سرخ مصروف تداوی و انتقال جنازه ها شود. به صدها جنازه چی از هموطنان ما چی از تروریستان در میادین جنگ و در زیر آوارهای خانه و اینا باقی مانده و احتمالاً در سازمان صلیب سرخ و شاید هم مؤسسه سرمیاشت کشور دست به کار شوند و برای انتقال زخمی ها و انتقال کشته شده ها که اینا وظیفه بگیرند. یکی کشته ها به کجا میرن معلوم نیست، اما کشته های پاکستانی یادتان باشه دوباره به پاکستان انتقال پیدا میکنه. در عملات هوایی که در ولایت هلمند توسط سربازان دریر ما صورت گرفت، تروریستان وحشی طالب ضربات بسیار کوبندی را متحمل شدند. چگونه؟ در گزارش از استی 24 با هم یک جا می‌بینیم. وزارت دفاع ملی کشور از ادامه حملات بر مواضع گروه طالبان در شهر لشکرگاه مرکز ولایت هلمند خبر داده و افزوده است که در حملات هوایی نیروهای ارتش این کشور 75 طالب در لشکرگاه کشته شدند. این وزارت امروز چهارشنبه اعلام کرد که در عملیات نیروهای امنیتی و دفاعی و نیروهای هوایی و نیروهای بسیج مردمی طی 24 ساعت گذشته در این کشور 274 طالب کشته و 119 دیگر آنها زخمی شدند. به نقل از وزارت دفاع ملی افغانستان، این تعداد طالب در ولایت‌های ننگرهار، لوگر، قندهار، فراهرات، جوزجان، بلخ، سمنگان، فاریاب، سرپل، هلمند، تخار، کندز، بغلان، کاپیسا و کابل کشته و زخمی شدند. همچنان 13 حلقه ماین نیز در نقاط مختلف کشور کشف و خونسا شده است.
وزارت دفاع ملی کشور در حال ادامه عملیات نظامی و خسارات سنگین طالبان در هلمند خبر داده است. از چند روز به این سو جنگ شدید میان نیروهای امنیتی کشور ما و گروه طالبان در شهر لشکرگاه مرکز ولایت هلمند در جنوب کشور جریان دارد. در اعلامیه این وزارت آمده است: روز گذشته قوی هوایی تجمع تروریستان طالب را در مربوطات ساحه تورتنگ شهر لشکرگاه مرکز ولایت هلمند آماج قرار داد. در نتیجه 75 تروریست طالب کشته و 17 تن دیگر آنها زخمی شدند. همچنان مقدار زیادی از اسلحه مهمات و تجهیزاتشان نیز تخریب شد. رسانه های داخلی کشور گزارش دادند که تمام ولسوالی های ولایت هلمند به دست طالبان است و در شهر لشکرگاه طالبان از خانه های مسکونی و غیر نظامیان به عنوان سپر در برابر حملات هوایی نیروهای ارتش کشور استفاده می کنند. محمد ولی حلیزه والی هلمند گفته است که حملات هوایی نیروهای ارتش به موضع طالبان در این ولایت افزایش یافته و جنگ به شدت جریان دارد. وی همچنان جنگ در هلمند را جنگ با طالبان نه بلکه با سربازان پاکستانی عنوان کرده و افزوده است که طی روزهای اخیر تعداد زیادی از سربازان پاکستانی در نبرد با نیروهای امنیتی کشور کشته شدند. بر بنیاد اعلامیه وزارت دفاع در ولایت هرات نیز حملات نیروهای امنیتی دفاعی و نیروهای بسیج مردمی بر مواضع گروه طالبان ادامه دارد و روز گذشته در ولسوالی های انجیل، گذره، چشت شریف و ادرسکن این ولایت 56 طالب به شمول دو فرمانده برجسته آنها به نام ملا بسم الله و ملا محمد کشته و 20 طالب دیگر زخمی شدند. از سوی دیگر این وزارت در اعلامیه دیگری نوشته است که شب گذشته قوای هوایی در مربوطات ولسوالی دره‌صوف بالا یک ولایت سمنگان تجمع تروریستان طالب را آماج قرار داد. در نتیجه آن 41 تروریست طالب به شمول مولوی انس والی نامنهاد طالبان برای ولایت بامیان کشته و 13 تن دیگر آنها زخمی شدند. همچنان 15 متر مقدار زیادی از اسلحه‌ها، مهمات و تجهیزاتشان نیز تخریب شد. همچنان نیروهای هوایی ارتش کشور بعد از ظهر روز گذشته مواضع طالبان را در شهر شبرغان مرکز ولایت جوزجان هدف قرار دادند. در آن 21 طالب کشته و 27 طالب دیگر زخمی شدند. 10 متر سکیل و مقدار سلام و مهمات طالبان نیز تخریب شدند. در این زمان وزارت امور داخله نیز اعلام کرده است که شب گذشته در اومه‌های شهر فرا 11 طالب به شمول دو فرمانده آنان را کشته است. این درگیری میان نیروهای پلیس افغان با طالبان زمان آغاز شد که گروهی از جنگجویان طالب با استفاده از تاریکی شب قصد حمله را داشتند. سخنگوی وزارت خارجه امریکا گفته که از میان نگرانی‌های موجود در افغانستان یکی هم شعله‌ور شدن جنگ داخلی در این کشور است. وای دیروز سه‌شنبه با اشاره به کندی مذاکرات صلح بین الافغانی در قطر گفت اگر آنان یعنی طالب ها از آنچه گفته اند تخطی کنند در عرصه بین المللی مطرود خواهند شد. و یکی از نگرانی های همه ایمان در میان چندین نگرانی این است که چنین وضعیت به جنگ داخلی منجر خواهد شد. مذاکرات صلح بین الافغانی سال گذشته در دوحه پایتخت قطر آغاز شد اما تا کنون نتیجه ملموس نداشته و دو طرف مذاکره کننده از رسیدن به تفاهم با یکدیگر فاصله زیادی دارند. زلمه خلیزاد نماینده وزارت خارجه امریکا برای مصالحه افغانستان گفته است که طالبان از مذاکرات صلح و هر گونه تفاهم سیاسی برآمده از آن خواستار بزرگترین سهم هستند. او دیروز در نشست امنیتی نهاد اسپن گفت که جنگ در افغانستان دیگر مشروعیت ندارد و با گفته ای وی این جنگ برای توازن و تحکیم قدرت میان طرفهای مختلف درگیر است. سخنگوی وزارت خارجه امریکا همچنین حمله مهاجمان مسلح بر مهمانخانه بسم الله محمدی وزیر دفاع افغانستان را طالبان مسئولیت آن را به دوش گرفتن محکوم کرد. در این زمان رحمت الله نبیل رئیس پیشین امنیت ملی میگوید که طالبان در مذاکرات صلح خواستهای عمده مانند تطبیق شریعت مطابق به تعریف آموزه‌های دینی، ایجاد شورای اهل الحق، داشتن سهم 70 تا 80 درصدی در حکومت و برخی موارد دیگر را مطرح کردند. رحمت الله نبیل امروز در تویترش نوشته است که طالبان در مذاکرات صلح خواستهایی دارند که عمدهترین آنها رهایی تمامی زندانیانشان، بیرون شدن سرانشان
از لسته‌های سیاه، نافذ ساختن قانون اساسی 1343 و احیای کرسی صدارت می باشد. و همچنین نوشته است که دیگر خواست‌های عمده طالبان ریاست دولت، سکتور امنیتی، وزارت خارجه، وزارت مالیه، سکتور عدلی و قضایی، حکومتداری محلی و بعضی موقف‌های مهم سهم طالبان، ایجاد شورای اهل حل و حق، تطبیق شریعت مطابق به تعریفشان از آموزهای دینی می باشد. رئیس پیشین امنیت ملی می گوید که طالبان در کل به دنبال داشتن سهم 70-80% در حکومت هستند. طالبان و منابع دولتی تاکنون در این مورد چیزی نگفتند. این اظهارات رئیس پیشین امنیت ملی در حال مطرح می شود که جنگ در ماه‌های اخیر در نقاط مختلف کشور ما به شدت افزایش یافته و جنگجویان این گروه بیش از 100 ولسوالی را به تصرف خود درآوردند. یک منبع در هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان به رسانه‌ها گفته است که قرار است هیئت‌های مذاکره کننده دو طرف پیرامون مشارکت سیاسی، قانون اساسی و آتش بس گفتگو کنند. در این حال این منبع تاکید دارد که هیئت مذاکره کننده طالبان با مذاکرات صلح به عنوان گزینه دوم می‌بینند و با جدیت این مهم را تعقیب نمی‌کنند. طالبان نیز تایید می‌کند که مذاکرات صلح وارد بحث‌های اساسی شده است. هیئت مذاکره کننده طالبان اما دولت را به جنگ افروزی متهم می‌کند و می‌گوید که برای برقراری صلح اراده جدی ندارد. اما آنچه که مهم است این است که ماشال دوستم پس از یک توقف دراز مدت در ترکیه که میگفتند که زهر برش داده بودند و مسموم شده بود و به صورت عاجل به ترکیه انتقال دادن، به وطن برگشت و مورد استقبال هوادارانش قرار گرفت. یادتون باشه که در سال 2000 وقت مقاومت جریان داشت، ماشال دوستم با احتادات گستران در ایران بودن و وقتی که سال 2000 اینا در یک تفاهم پس دوباره وارد افغانستان شدن، این لبه های جنگ تغییر کرد و دیدیم که طالب های هم یعنی موری اساسی چی که بگویم که مقاومت آقای دوستان بود نبود، چون تا سال 2000 اینا به چی بودن بیرون از افغانستان بودن، چنان که ما در مشهد اونا رو هم ملاقات کردیم همراه دکتر خدا مغفرت کنه دکتر سید عبدالرحمن. اما بازم با آمدنش یک تغییر به وجود آمد و جنگ به سود مقاومتگرا بیشتر شد تا اینکه مسئله حادثه 11 سپتامبر صورت گرفت و شهادت قهرمان ملی. به هر حال ببینیم که دوست استقبال مردم از ماشال دوستم هم ببینیم بد نیست. من فکر کنم که جهان یعنی کسایی که در صف عامیان تروریسم قرار داشتن اینا ناامید شده باشن و دوباره جنگ به سود مردم افغانستان تمام شود. اما این که چه طرحهایی در ولایت بدخشان در حال پیاده شدن است کسی نمیفهمه. امیدوار هستیم که روزی را شاهد باشیم که تمام کشور ما خالی از تروریست و
خائن و وطن فروش باشه. خب بیدای گرامی، جنگ تاثیرات فراوان بالای زندگی مردم در بخش های مختلف دارد، جمله بخش اقتصادی. خب راه ها بسته شده، بنادر بسته شده و از هر طرف تارستان وحشی مردم در محاصره قرار دادن، حتی راه های هوایی در بسیاری از ولایت بسته شده. یک گزارش دیگه داریم، تعلیق پروازها در ولایت هرات از تلویزیون نصر. تلاش نیروهای دولتی برای عقب زدن طالبان از اطراف شهر، استحکام سازی کمربندهای امنیتی با نیروهای قطعات ویژه تازه نفس. آنچه فرمانده پلیس هرات هشدار میدهد، مناطقی از این ولایت در سمت غرب و جنوب غرب هنوز تهدید وجود دارد. قسمت حوزه 14، حوزه 7، یک قسمت حوزه 10 و ادامه‌ش هم به پلی پشتون برمیگردیم به قسمت پلی سیوشان. این قسمت ها ما تعدیدات خود داریم، خط اول وجود داره. خوشبختانه که عملیات ها تقسیم بندی شده. نبرد هنوز در ساحات آب برده حوض و کرباس آسیاب کلوخی جریان دارد. بنابر آمار اداره محلی هرات، در جریان نبرد شب گذشته 50 طالب مسلح کشته شده است. با اینکه دو روز از اعلامیه اداره محلی هرات جهت تصفیه مناطق تحت کنترل طالبان می‌گذرد، ولی هنوز جنگ در ساحات اطراف شهر جریان دارد. طالبان از خانه‌های مردم استفاده می‌کنند، خانه‌ها را سپر ساختند. عملیات ما در ساحات قریه‌جات با احتیاط پیش می‌رود تا جلو تلفات مردم ملکیه بگیریم. در آن سو نیروهای جبهه مقاومت در کنار نیروهای امنیتی در تلاش سرکوب طالبانند. این گروه از تغییر وضعیت هرات و پاکسازی ساحات طالبان خبر میدهد. امنی و روب میکنن و وحشت ایجاد میکنن. در مناطق پوران هنوز یک مقدار گپ و جنگ جریان داره. هنوز در نواحی از گنج در حال تصفیه است. مسیر پل رواشان در حال تصفیه است و ما امیدواریم که انشاءالله ظرف یک دو سه روز آینده هم که عرض کردم اینها شکل چریکی داره و یک نوع به اصطلاح کارهای روب و وحشت در حال ایجاد کردنن، یک جریان جبهه ای دیگه وجود نداره و قابلیت ها و توانمندی به دلیل شدت گرفتن جنگ در ولسوالی گذره و همچنان پرتاب دو فیراهوان در میدان هوایی خواجه عبدالله انصاری، پرواز از طریق این میدان نیز لغو شده. هنوز از آغاز دوباره پروازها خبر مشخصی نیست. شدت جنگ خانواده های زیادی را بیجا ساخته است. باشندگان هرات در سردرگمی به سر میبرند. آنان تاکید دارند حکومت باید بدون هیچ ملاحظه‌ای طالبان را از پا درآورد. با خدا وضعیت بیخی خراب و دیگه مردم از بی امنیتی به هوش رسیده و سرصدا شدن. ما از خونه خواباره شدیم، چون به ما که به کنار ولسوالی هاییم خیلی زیاد جنگه و ما نه تنها ما، خیلی از همشهری ها ما متضرر شدم در این جنگ. فقط زین ما رو از این مشکل شده که مثال که جنگ و ناامنیه و تا شما از زنده تو با خونه خوب بر نگردی. نگرانی ها دیگه از اینکه مثلا مردم به فکر گریز از این کشور هستن. عملیات پاکسازی گسترده نظامی در مناطق شمال شهر، حوزه های 7، 14، 2، 3 و اینجیل، روستای کبابیان و پل مناردار از دو روز به این سو جریان دارد. از سوی به منظور حمایت از نیروهای امنیتی و مقاومت مردمی، باشندگان هرات نیز با فریاد الله اکبر و پختن غذا نیز کمر همت بستند. همه بسیج شدند برای حفظ شهر و از بین بردن طالبان. ساعت 3:43 دقیقی بعد از ظهر به وقت تورنتو است. اما تاثیرات جنگ تنها در بعد اقتصادی و کشت و کشتار نیست، تاثیرات دیگه هم داره. چنانکه که به اساس یک گزارش بیش از 950 هزار افغان در سه ماه اول 1400 بیجا شدند. کمیسیون حقوق بشر افغانستان میگوید که جنگ و ناامنی هزاران خانواده را در سال روان خورشیدی به ترک مناطق اصلیشان واداشته است. این کمیسیون امروز چهارشنبه گزارش را در مورد وضعیت حقوق بشری آوارگان جنگ نشر کرد. بنفشه یعقوبی، یکی از کمیشنران این کمیسیون، با خبرنگاران گفت که بر بنیاد نظارت این نهاد 158392 خانواده در سه ماه نخست 1400 در 26 ولایت بیجا شدند. خانم یعقوبی گفت اگر اوسط هر خانواده را 6 نفر در نظر بگیریم، تعداد نفرها تقریبا به 950352 تن می رسد. بالاترین بیجا شدگان
در ولایت ننگرهار است با 22,790 خانواده ای بجاشته و کمترین آن هم اروزگان است با 100 خانواده. یافته های کمیسیون حقوق بشر نشان میدهد که 77% بجاشدگان نگران امنیت جانیشان هستند. بیش از 34% به آب صحی، اضافه از 10% به سرپناه و نزدیک به 44% این بجاشدگان به خدمات صحی دسترسی ندارند. گزارش گفته است بیش از 52% این خانواده ها گفتند که یک یا چند عضوشان از حق آموزش رفتن به مکتب و یا دانشگاه محروم شدند. همچنان بنفشه یعقوبی تاکید کرد که حدود 85% این خانواده شغل ثابت ندارن، بیش از 45% نیز کمک های دولتی را دریافت نکردن. خانم یعقوبی از حکومت افغانستان وسایل جوانب جنگ در این کشور خواست که برای جلوگیری از افزایش تعداد آوارگان به آتش بس تن بدهند. رسیدگی به نیازهای اولیه زندگی، خدمات صحی و فراهم کردن زمینه برای امدادرسانی از دیگر پیشنهادهای کمیسیون حقوق بشر به حکومت، نهادهای امدادرسان و مخالفان مسلح دولت میباشند. و میرسیم به آخرین خبر از CD24، خبرهای کرونایی از آنتاریو تا افغانستان با ما باشین. در 24 ساعت گذشته 139 بیمار جدید آلوده به ویروس کرونا در آنتاریو تشخیص شده است که بیشتر بیماران 26 تن در تورنتو، 19 نفر در واترلو، 18 تن در پیل، 15 نفر در یارک و 12 نفر در هاملتون به ثبت رسیده است. در این مدت 4 بیمار کرونایی جان باخته و 155 بیمار نیز دوباره شفا یافتند. در جهان تا نیمه امروز چهارشنبه 4 اگست تعداد مبتلایان به ویروس به 200,527,843 تن افزایش یافت که از این رقم 180,725,241 بیمار دوباره صحت خود را باز یافتند. وزارت صحت عمومی کشور ما امروز اعلام کرد که در جریان یک شبان روز گذشته 428 نفر در افغانستان به ویروس کرونا مبتلا شدند. این وزارت امروز چهارشنبه در اعلامیه گفته است که با ثبت این موارد شمار مجموعی مبتلایان به ویروس کرونا در افغانستان به 149,361 نفر افزایش یافته است. بر اساس اعلامیه در 24 ساعت گذشته 28 فرد مبتلا به ویروس کرونا جان باختند و شمار جان باختگان به 6,864 نفر رسیده است. همچنان در یک شمار روز گذشته 433 فرد مبتلا به ویروس کرونا بهبود یافتند و شمار بهبود یافتگان به 1,329 نفر رسیده است. درست تمامی امروز خاصتاً کرونا ویروس باشید. This coronavirus disease or COVID-19 news is brought to you by Sabor Papalzai. رسیدیم به پایان برنامه امروز. سپاس فراوان از همراهیتان، تشکر از اینکه با حوصله مندی با ما بودین و از خدای بزرگ میخواییم که کانون خانوادگیتان همیش گرم باشه و جمعتان همیش گرم باشه. با ما باشین تا همیشه با ما یک جا باشیم. تا دیدار بعد، الله پاک نگهدار یک و یک شما سروران گرامی باد.